نرخ بیکاری در حوزه پولی یورو افزایش داشته و به رقم 12% جمعیت فعال این منطقه میرسد. بدین ترتیب بیش از 19 میلیون نفر در این منطقه فاقد شغل هستند. از سوی دیگر نرخ بیکاری در کل اتحادیه اروپا نیز افزایش یافته است. در ماه فوریه گذشته نرخ بیکاری در این منطقه به 10.9% جمعیت فعال آن رسیده است. این نرخ غیرقابل قبول بیکاری یک تراژدی برای اروپا محسوب می شود. این نشان دهنده میزان حاد بودن بحران اقتصادی در بعضی از کشورهای عضو منطقه پولی یورو است. اتحادیه اروپا و اعضای آن باید با بکارگیری تمام امکانات خود برای اشتغال زایی و رسیدن به رشد اقتصادی بسیج شوند. از سوی دیگر مطابق آخرین آمار و ارقام منتشر شده توسط مؤسسه خدمات مالی و بازرگانی مارکیت، میزان فعالیت‌های صنعتی و ساخت و ساز در منطقه پولی یورو با کاهش مواجه بوده است. مطابق داده‌های این مؤسسه، شاخص فعالیت‌های ساخت و ساز در این منطقه نیز در ماه فوریه گذشته روندی نزولی پیدا کرده است. نزول شاخص فعالیت‌های ساخت و ساز در حوزه پولی یورو نشان دهنده عدم رشد اقتصادی در این منطقه است.